به کاندان خوش آمدید به برنامه شماره معکوس. شماره معکوس برای رسیدن به یک رنسانس ایرانی. رنسانس ایرانی برای نسل آینده ایرانی. برای این نیو جنریشن ایران که بارهاست الان چند هفته ایست اشاره میکنم. در موقعیت 10 دقیقه به نیمه شب به سر میبره. البته اگر خود نیو جنریشن ایران توجه کنه تمام سناریوها، تمام برنامه ها رو میتونه روی سایت ها ببینه، میتونه در پرایم تایم های تلویزیونی ببینه، در واقع میتونه شماره معکوس رو احساس کنه، اون هم در عصری که در واقع همه توطئه ها آشکاره. دیگه توطئه نیست که آشکار نباشه. یادم میاد اولین بار وقتی این ایجی ویلز اولین کتاب رو نوشته بود و گفته بود توطئه آشکار، همه میگفتن مگر میشه توطئه هم به طور آشکارا در واقع در معرض دید قرار داد؟ بله میشه و الان توطئه همه داره صورت میگیره. توطئه نیست که شما نتونید ردیابی کنید. بنابراین برنامه است. اگر هوشیار باشید این برنامه ها رو میبینید. احتیاجی هم به ویکی لیک ندارید. فریب این بازی های بزرگ رو نخورید. اینها بازی است، اینها پروژه است. بله چندین نفر قربانی میشن، ولی پشتش یک بازی دیگه است. دنیا گلوبالیزه شده. این به اصطلاح سوشال نتورکینگ یا به گفته شما این شبکه های اجتماعی به سرعت گسترده شده. بنابراین باید کنترل کرد. حتی در دموکراسی ها باید کنترل کرد. امروز نگفتن. یک روزی همین آقای ساموئل هانتینگتون یادتون هست؟ اومد برخورد به اصطلاح عقاید رو نوشت، برخورد تمدن ها رو نوشت. همین آقا به همراه مایکل کروزیر و یک ژاپنی دیگر کتابی نوشتن. بحران دموکراسی ها. از اون پس سعی کردن دموکراسی ها را محدود کنن. بنابراین وقتی آقای آسانج، جولیان آسانج آمد و ویکیلیک رو راه انداخت و چنین سرصدایی راه انداخت، شاید برای شما هم این سوال پیش آمد. چطور ممکنه یک نفر استرالیایی چنین قدرتی رو داشته باشه که به تمام اسناد مدارک محرمانه دست پیدا کنه؟ نه نگران نباشید. خودتون بچه های عصر آیپاد هستید، عصر توییتر هستید، عصر فیسبوک هستید. میدونید هکر بودن یعنی چی؟ یک فیلمی بود به اسم جامپر، اتفاقا با تونی جوانسال صحبت میکردیم دربارش. همین شماهایید هکرها، میتونید همه جا سر بکشید. جولیان آسانج در واقع اون روزها جریانی در آن سوی دنیا سعی میکرد در مقابل امپراتوری آمریکا به ویژه بوشیست ها قد علم کنه. این بازی رو انجام دادن. مدارک رو به اصطلاح در تمام دنیا به طور آشکارا روی نتورکینگ فرستادن، درست مثل پنتاگون پیپر. در جنگ ویتنام یک آقایی به نام دانیل الزبرگ تمام پرونده های پنتاگون رو برداشت و داد به نیویورک تایمز، محکومم نشد. حالا آژانس فرق داره، میخوان تنبیه کنن. اونو تنبیه نمی کنن، شما رو تنبیه می کنن که یاد نگیرید از این به اصطلاح غلط ها بیشتر بکنید. این رو میخوان به نسل آینده یاد بدن. حالا اکوادوریا میان، به هر حال حالا یک سوسیالیسم دیگری داریم. سوسیالیسم قرمز نیست، سوسیالیسم سبز. آقای شاوز و دیگران، حتی اکوادور، گوش کنیم اول ببینیم چی میگن دربارش. کشور میگوید آقای افشاگر شاید میخواست آزادانه در این دنیای بیکران بخرامد و بر تبل آزادی بیان بکوبد و هر از گاهی روایتی متفاوت از پشت پرده روابط دیپلماتیک ارائه کند. اما حالا دنیایش به اندازه اتاقی در سفارت اکوادور در لندن درآمده، حضورش هم به تنش‌های دیپلماتیک در دو سوی اقیانوس اطلس دامن زده. اکوادور بر اساس سنت قدیمی خود در مورد پناهجویان تصمیم به اعطای پناهندگی سیاسی به جولیان آسانج گرفت.
وزیر خارجه اکوادور بود و دادن پناهندگی به جولیان آسانش. جولیان حبیبو. این هم طرفدارانش. اما چه شد که شخصی با وبسایتش چنین گرد و خاکی دیپلماتیک به پا کرد؟ ماجرا از 2 سال پیش شروع شد و انتشار اسناد دیپلماتیک و نظامی آمریکا. این کشور میگوید کار آقای آسانج جان خیلی ها را به خطر انداخته و میخواهد او را محاکمه کند. کمی بعدتر اتهام ها از طرف 2 زن در سوئد با آقای آسانج وارد شد. زیاد جدی نگیرید، اینو بازی های خودشون هست. اینو جدی به تو میگم، خودشون میدونستن این سیستم هست. حالا یک بخشی اسرار بخش دیگر رو فاش کرده، بعد اکوادوری ها اومدن که نشون بدن در آمریکای لاتین هنوز یک سوسیالیسم دیگری وجود داره در مقابل امپریالیسم آمریکا. اکوادور هست، شاوز هست، مورالس هست. این بازی ها همیشه وجود داشته و همیشه خواهد بود. آنچه که من از نسل آینده و نیو جنریشن ما میخوام این است که لابلای خطوط رو بخونید. نگاه کنید، آژانس آقای جولیان آسانج رو میگیرن، بعد صدای پوتین اونور در میاد، دولت روسیه، پوتین که خیلی ها بهش میگن تزار جدید روسیه، میگه شما اجازه ندارید، به انگلیسی ها میگه حمله کنید به سفارت اکوادور و ایشون رو دستگیر کنید. این خلاف قوانین بین المللی و پروتکل های دیپلماتیک. درست میگن، تا اینجاش عالیه. ولی آقا، خود آقای پوتین که میدونه الان، این رو فراموش نکنید، براش دارن یک انقلاب مخملینی درست میکنن که زیرابش رو بزنن، آیا خود پوتین تحمل میکنه که مخالفاش ادای سیاسی در بیارن؟ دیدید به محض اینکه این گروه راک پوسی رک، یعنی گربه های ملوس آشوبگر، شروع کردن به یک کلیسای بزرگ حمله کردن و در اونجا پانک راک را انداختن، همه رو کرد زندان. یک لحظه گوش کنید گزارش رو، حالا همه تو زندانه. After staging an anti-Vladimir Putin concert in Moscow's largest church in February, prosecution witnesses accused the rockers of sacrilege and devilish dances. Testimony the judge read to them as they sat in a glassed-off cage. The case has drawn international criticism from the likes of Amnesty. Pussy Riot trio sentenced to 2 years in prison for hooliganism. A Russian judge has sentenced each of the 3 members of Pussy Riot to 2 years in prison after finding them guilty of hooliganism, following a trial that has drawn widespread condemnation. The judge said the ban offended religious. حالا بیایید بررسی کنیم، تحلیل کنیم. چرا گروه راک؟ اولا توجه داشته باشید، حالا به این گربه های ملوس هم خواهم رسید. هرگاه میخوان انقلاب مخملی، نه رنگین، رنگین جداست، رنگین یکی رای نمیاره، اون یکی کودتا میکنه یا اون یکی بر علیه اون، قاطی نکنید با هم. ولی انقلاب مخملی چیه؟ شما وقتی میخواید در یک کشوری انقلاب مخملی را بندازید، 3 پارادایم دارید. کالچر باید عوض بشه، یک فرهنگ جدید، همیشه به موزیک ربط داره، یک نیو جنریشن، بعد مدیای جدید. اوکی؟ یعنی رسانه ها هم باید فرق باشه، یه بار فکس، یک بار نوار زمان آقای خمینی، فکس در زمان چینی هاست، ایمیل، بعد حالا فیسبوک، توییتر در زمان جنبش سبز. مدیا مهمه، نقش اساسی. جنریشن باید عوض بشه، مثل جنریشن جدید ایران که اصلا با این رژیم نمیخونه. حالا در روسیه هم دارن یک انقلاب مخملین آروم را میندازن. پوتین این رو میدونه، میدونه رقیبی داره به نام گاسپاروف، گری گاسپاروف، یادتون هست شطرنج باز معروف، استاد بزرگ، حتی کامپیوتر رو برد، در اخیرا در جلسه بیلدربرگ در یک کنفرانسی شرکت کرد. گاسپاروف اعتبار جهانی داره، میتونه از هر رقیبی برای آقای پوتین از نقطه نظر تبلیغاتی مضر باشه. اما دخترکان ملوس ما وقتی رفتن در کلیسا، چرا رفتن در کلیسا؟ چرا نرفتن جلوی کرملین؟ به خاطر اینکه در روسیه پوتین یک اتحادی است، اتحاد جدید
بین کرملین و کلیسا. برخلاف دوران کمونیستی استالین، لنین و دیگر دوستان قرمز، حالا کلیسا نقش داره. این اسقف اعظم هم میگن قبلا عضو کی‌جی‌بی بوده، خیلی از حالا تهمت بهش میزنه یا نمیزنه. بنابراین میبینید هر چیزی حساب شده است. فقط کی در این وسط قربانی میشه؟ البته قربانی نمیشن، این سه تا گربه ملوز به زندان خواهند رفت، بعد شهرت جهانی پیدا خواهند کرد. البته مثل گروه چارتر 77 واکلف هاول دوران اون انقلاب مخملین چک که واقعا هزینه دادن، اینا هزینه نخواهند داد، میدانا پشت سرشونه و همه. بنابراین اگر شما توجه کنید، همیشه بازی های جهانی همیشه به هم ارتباط داره، همیشه در یک زاویه نیست، اما از زوایای مختلف نگاه کنید، لابلای خطوط رو بخونید. حتی در آمریکا الان دارن یک ضد به اصطلاح انقلاب مخملی میکنن. ایاتون باشه وقتی آقای اوباما داشت میومد، مثل یک سوپر استار راک داشت میومد. آلمان یادتون هست 2300 هزار نفر رفتن به استقبالش. به هر حال یک پسر خوش قیافه، یک سناتور جوانسال، اون هم سیاپوز، از مایکل جوردن و ونزل واشنگتن هم محبوب تر بود، حتی از تایگر وود آمد. اما به محض اینکه سیاست های خودش رو اجرا کرد که خوشایند یک جریان دیگری نبود، امروز میبینیم در مقابلش ایستادن و حتی مجله نیوزویک این هفته یک عکسی از ایشون چاپ کرده. در واقع بسیار یک لغت زشتی هم یه جا به کار برده، یعنی اوباما بزن به چاک، یک مقدار توهین‌آمیزه. اما این بازی همیشه بازی ها این چنین ادامه، با یک عکس با یک حرکت در واقع هینت میدن، بعد بقیه به صحنه میان، بازی ادامه پیدا میکنه. حالا چرا میخوان مثلا بعضی آقای اوباما برن؟ به هر حال معتقدن آقای اوباما و یارانشون اون اوکوپای وال استریت رو فرستادن در مقابل کپیتالیسم آمریکا. اینها معتقدن ایشون هم سوسیالیست سبزی هستن که ممکنه براشون مضر باشه. همیشه این بازی ها وجود داره، یک جریانی مثل تی پارتی میاد در مقابلش یک جریان دیگری میاد. بنابراین سعی کنید هیچ وقت ذوب در هیچ گروهی در هیچ شخصی نشید، بلکه بازی ها رو ببینید. همه بازی هم همه تحلیل ها درست نیست، حتی بنده هم که امروز تحلیل میکنم، شما میتونید به نوعی دیگری همین مسائل رو تحلیل کنید. اما وقتی میرسیم به ایران باید دقت نظر بیشتری داشته باشیم، چرا که ایران 10 دقیقه به نیمی شب مانده و در این چند هفته گذشته در واقع برخی فتیله ها رو بالا کشیدن. چرا؟ آیا ما به ساعت 0 میرسیم؟ به اون نیمه شبی که تونل وحشت قرار ما ازش عبور کنیم؟ اگر ما نه، شما نسل آینده حتما ازش عبور خواهید کرد. نگاه میکنیم به امشب، به همین 10 دقیقه به نیمه شب. سایت امنیتی است به نام لیگنت یا لیگونت، هر کدومشون میتونید استفاده کنید، بستگی داره به نحوه ای که نوشته میشه. این یک اتاق فکره، اتاق فکر آنالیزرهای پیشین یا تحلیلگران پیشین دستگاه اطلاعاتی آمریکا. این هفته یک گروهی رو دعوت کرده بود که بسیار رئیس گروه بود جنرال مایکل هایدن، رئیس پیشین CIA در زمان حتی فکر کنم آقای بوش هم بود.
و یک خبرنگاری هست آرنولد بروگو درگریو. ایشون جز خانواده های مشهورن و همیشه هم در مورد خاورمیانه نظریاتش برای همه خریدار داره. اینها آمده بودن و یک بررسی کرده بودن در رابطه به این که این قضیه سلاح اتمی ایران به کجا خواهد رسید، اون ساعت شماته دار چقدر سریع حرکت میکنه، اگر عقربه ها به ساعت 12 رسید چه اتفاقی خواهد افتاد، و تمام اینها رو با سوال مطرح کرده بودن و سعی کرده بودن آلاینایز کنن و همشون هم نگران این بودن که شاید سالها بود که دنیا در چنین موقعیتی قرار نگرفته بود و همه هم معتقدن که هر دو طرف قضیه دارن فتیله ها رو بالا میکشن. مخصوصا این هفته برای اولین بار، شاید برای بسیاری از شما هم جالب توجه باشه وقتی گوش میکنید، وقتی آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی سخنرانی کرد علیه در روز قدس علیه اسرائیل، شما اولین بار بوی جهاد و شهادت رو میشنوید، چرا که هرگز رهبر جمهوری اسلامی این چنین نتاخته بود، اجازه داده بود ملیجکش آقای احمدی نژاد یا دیگران این حرفا رو بزنن، ولی گوش کنید این بار آقای اظهارات آقای خامنه ای رو. Israel's deputy foreign minister is now asking leading nations to give up their diplomatic efforts and to, quote, declare that the nuclear talks have failed. ما اونجایی که دخالت کنیم صریح میگیم ما در قضایای ضدیت با اسرائیل دخالت کردیم. نتیجهش هم پیروزی جنگ 33 روزه و پیروزی جنگ 22 روزه بود. بعد از این هم هر جا، هر ملتی، هر گروهی با رژیم صهیونیستی مبارزه کنه، مقابله کنه، ما پشت سر رژیم و کمکش میکنیم و هیچ ابایی هم از گفتن این حرف نداریم. لو كانت ایران ضعیفه او لو كانت ایران مقتدره ولكنها جبانه لا ما كان الاسرائيلي ليتردد وما كان بيصير نقاش بإسرائيل ولا جدل بإسرائيل ولا خلاف بإسرائيل ولا قصفت المنشآت النووية الإيرانية منذ زمن طويل. چند تا جمله میخوام خطاب به مستکبران و صهیونیست ها بگم. بدانید، گوشاتون رو باز کنید، بهاری که شما گفتید فقط عربی نیست، آغازش بهار عربی است. بهار عربی خوبه، ولی بدانید که بهار بشری و انسانی در راه است. بهار غربی و بهار آمریکایی هم در راه است و به لطف خدا به زودی برپا خواهد شد. They think that the militant Islamists hate the West because of Israel. They've hated the West for hundreds of years before there was an Israel. In fact, it's the other way around. They don't hate the West because of Israel. They hate Israel because of the West. Because we represent this hated free liberty. وجود رژیم صهیونیستی توهین به همه بشریت است. تخریب شخصیت همه انسان‌ها و ملت‌هاست. روز قدس روز اتحاد همه انسان‌ها و جامعه بشری برای پاک کردن این ننگ، یعنی ننگ صهیونیست ها از دامان جامعه بشری است. About a year ago I read an interview with a Holocaust survivor in one of the European papers. And the interviewer asked the Holocaust survivor, "What is your main lesson from the Holocaust?" And the survivor said, "My main lesson from the Holocaust is that if somebody tells you that he's going to exterminate you, believe him." And I add to that, believe him and stop him. There is still time. There is time to act in a variety of ways, and all ways must be considered
and all ways that work must be employed because we cannot let this thing happen. اولین پرسش این است که چه کسی زودتر پلک خواهد زد؟ این رسمه، در دوئل ها همیشه یکی از اونا زودتر پلک میزنه، یعنی کسی که میهراسه و بازی رو میبازه. در واقع در این دوئل اتمی چه کسی میخواد زودتر پلک بزنه؟ داشتم اسرائیل تایمز رو نگاه میکردم، یک شخصیت امنیتی اسرائیل گفته بود ایران یا جمهوری اسلامی نه از اسرائیل میترسه نه از آمریکا، و دلیلش خیلی پروازه است، چون در تمام مطبوعات هر دو کشور الان بس بر این است که این پنجره فرصت به سال 2013 منتقل شد. حتی آمده است که آقای نتانیاهو به زودی توسط فرستاده‌هاش از آقای اوباما فرصت خواهد گرفت، خواهد آمد و با او مذاکره خواهد کرد، و اگر آقای اوباما قول بدن که تا 2013 حتما حمله نظامی خواهند کرد، اسرائیلیا حمله نظامی خودشون رو موکول خواهند کرد به 2013. حتی نقشه ها رو چاپ کردن برای این منظور. اما وقتی این رو نگاه میکنید که هر بار دولت مردان اسرائیلی و دولت مردان آمریکایی با هم کشمکش میکنن، میره در مطبوعات، درست میگه این تحلیلگر، رژیم جمهوری اسلامی چرا باید بترسه؟ شما 12 سال دارید همینجور تهدید میکنید، نه اینکه ما میخواییم جنگ بشه. خب برای همینم آقای خامنه ای الان بهترین فرصت رو پیدا کرده. یعنی چی؟ اولا در ایران یک کنفرانس غیر متحده است، قبلا آقای احمدی نژاد رفته به کنفرانس اسلامی که دارن بشار اسد رو میخواستن بیرون کنن، در اونجا بود. حالا آقای خامنه ای احساس میکنه تریبیون روز قدس بهترین فرصت برای اونه که بازی اسرائیل رو کاملا اسلامی کنه. آقای خمینی در روزهای نخستین انقلاب این کار رو کرد، بعد جنگ ایران و عراق که پیش آمد به تدریج روز قدس شکل دیگری پیدا کرد. حالا آقای خامنه‌ای برای این که با سعودی‌ها، با آقای سیستانی نشون بده که من از شما قوی ترم، در واقع داره میاد و یک نطق غیر قابل باوری میکنه. یعنی شما از رهبر جمهوری اسلامی، رهبر جمهوری اسلامی آقای احمدی نژاد نیست، میاد و اعلام میکنه که این قده سرطانی یعنی اسرائیل رو باید برداشت و ما همه کمک ها، در واقع اولین باره که رهبر یک رژیم اعتراف میکنه که ما به گروه های دیگر همیاری رسوندیم که یک کشور دیگر رو از پای در بیاری. گوش کنید یک لحظه اظهارات آقای خامنه ای رو که در واقع جهاده، جهاد اسلامی است در واقع. ما اونجایی که دخالت کنیم صریح میگیم ما در قضایای ضدیت با اسرائیل دخالت کردیم، نتیجهش هم پیروزی جنگ 33 روزه و پیروزی جنگ 22 روزه بود. بعد از اینم هر جا، هر ملتی، هر گروهی با رژیم صهیونیستی مبارزه کنه، مقابله کنه، ما پشت سرشیم و کمکش میکنیم و هیچ ابایی هم از گفتن این حرف نداریم. پاره ای از تحلیلگران نوشتن آقای خامنه ای داره همون فرهنگ کلیدهای پلاستیکی رو مجدداً به جامعه ایران تحمیل میکنه. ولی مگر میشه کلید پلاستیکی داد در جنگی که جنگ موشک ها خواهد بود، جنگ آتشبارها خواهد بود؟ اصلا چرا رهبر ناگهان این چنین لحن تندی رو میگیره؟ احمدی نژاد در این وسط چه کار است؟ احمدی نژاد همیشه تهدید کرده، بازی ضد هولوکاست انجام داده. این بارم گوش کنید، همون حرفا رو داره تکرار میکنه، چیز جدیدی رو نمیگه. در واقع آقای احمدی نژاد، یک بار گوش کنیم احمدی نژاد رو، بد نیست، همون حرفاست ولی زاویه دید رو میبینیم.
صهیونیستی توهین به همه بشریت است، تخریب شخصیت همه انسان‌ها و ملت‌هاست. روز قدس روز اتحاد همه انسان‌ها و جامعه بشری برای پاک کردن این ننگ، یعنی ننگ صهیونیست‌ها از دامان جامعه بشری است. حرفای آقای احمدی نژاد همش در این چند سال اخیر همین بوده. در مراحل نخست تصور این بود که این هیتلر کوچولو یا کوتوله سیاسی سعی میکنه در واقع رقابتی رو که به وجود آمده بین شیعیزم، سلفیزم یا القاعده و دیگران رو در واقع به سود ایران تغییر بده. یه دیدگاه این بود، میگفتن به هر حال ایشون جز در دسته جمکرانی ها هستن، میتونن بازی رو به سود شیعه ها برگردونن. بالاخره برگ پایانی بود، پاره اینجوری فکر میکردن. اما ما متوجه شدیم که به تدریج اعتبار جهانیش رو از دست داد. به نظر من روزی که آقای احمدی نژاد رو دعوت کردن به دانشگاه کلمبیا و بهش توهین کردن مستقیم، اون روز تابوی احمدی نژاد رو شکوندن. تا اون موقع سعی میکرد به عنوان قهرمان ملی در خیابانهای سیاسی جهان عرب هم نفوذ داشته باشه. در دانشگاه کلمبیا تابوش رو شکوندن، حتی با اینکه تلاش بسیاری شد و در تلویزیون CNN آقای لری کینگ رو مجبور کردن یک مصاحبه در واقع بگونه ای دیگر رو با ایشون برگزار کنه، ولی به نظر من احمدی نژاد دیگر هیچ وقت کمر راست نکرد. بعد از اون بود که در واقع سعی کردن رحیم مشایی و دیگران رو مطرح کنند در جمع آقای احمدی نژاد، و بعد هم مسئله جنبش سبز اومد. یک لحظه سیستم در جمهوری اسلامی احساس کرد چه خوبه از شر احمدی نژاد رهایی پیدا کنه، اما فراموش کرده بودند که احمدی نژاد نماینده سپاه و کودتاچی هاست، حتی رهبر هم نمیتونه کاری با ایشون انجام بده. بنابراین احمدی نژاد در واقع به نظر من این بار وقتی آمد و سخنرانی کرد، هر چند حرفای تکراری قبلی رو میزد، حتی در مقابل آقای لری کینگ هم این حرفا رو زد، اما اگر توجه داشته باشید میخواست در واقع اون اعتبار از دست رفتش در عربستان رو در واقع ترمیم کنه. در عربستان روز پایانی که قرار بود حکم بدن بر علیه آقای بشار اسد، آقای احمدی نژاد فرار کرد و اومد تهران، رفت با چند هنرپیشه سینما عکس گرفت. بنابراین آقای احمدی نژاد سعی میکرد در روز قدس یک رقابت پنهانی رو ادامه بده با رهبر. چرا؟ احمدی نژاد تا زمانی که بتونه ثابت کنه یک قدرت سیاسی است فعلا در امانه، در حالی که میدونه رژیم میتونه هر لحظه او رو قربانی کنه. بنابراین اگر شما توجه کنید روز قدس این بار بسیار حادتر از هر زمان دیگری بود، که من دیدم یک مجله از یک سایتی هست به اسم ترامپت یک گزارش جالبی رو تهیه کرده بود از روز قدس در ایران و فوق‌العاده بود. یعنی خواسته بودن تجزیه تحلیل کنن که این روز قدس چقدر خطرناک شده برای منطقه. اگر میتونیم نگاه میکنیم به اون برنامه. A week before Ramadan's close, Iran hosted a conference focused on promoting the ideas of the Organization of the Islamic Awakening of Palestine and the Intifada, as reported by the Islamic Republic News Agency. The ultimate goal, said the report, was liberating Quds, the Arabic name for Jerusalem. Tehran believes Jerusalem needs to be liberated. The government is promoting a radical takeover and slaughter of Israel. Death to Israel was chanted throughout Tehran on Quds Day, August 17th. Quds Day is meant to unite its followers the world over for the conquering of Jerusalem. The radical element of Islam is surfacing more and more worldwide. At the same time, Israel's international queue of supporters continues to shrink.
The situation is more volatile when considering that, despite slaps on the wrist, Iran is gradually ascending to its eureka moment, laying hold on nuclear-grade weaponry. It's no secret that Israel is weighing the collateral damage and fallout of an attack on the ever-aggressive Iran. Yet, even if Israel is surprisingly successful with a preemptive strike, it's inevitable there would be undesirable side effects for Israel too, from Iran and its proxies, and potentially military action from others in the international community. Once, Israel was the nimble David conquering the colossal Goliath armies overshadowing them on all sides. Now, Israel is simply the bad guy. International public opinion has incessantly pummeled Israel. ببینید بازی به قدری اولا در روبروی من الان حداقل 24 یا 25 مطلب هست با تیترهای مختلف. اسرائیل خواهد زد، اسرائیل نخواهد زد. شیمون پرز گفت من مخالفم. در ایژن تایمز این مطلب نوشته شده بود. نقل قول شده بود از رئیس جمهور پیشین، از دو رئیس پیشین موساد که امکان نداره، اسرائیل نمیتونه حمله کنه. امکانات اقتصادی اسرائیل رو برآورده کرده بودن، گفته بودن اگر اسرائیل به ایران حمله کنه با طرح نتانیاهو و یهود باراک، یعنی وزیر دفاع و نتانیاهو، که فقط میگن این دوتا اصرار دارن، حتی این دوتا هستن که نماینده فرستادن پیش خاخام یوسف که ایشون یه فتوایی بده که اینها حق دارن. همه این بحثا هست. از طرف دیگه میگن اگر اسرائیل حمله کنه 45 بیلیون دلار هزینه براش در واقع برخواهد داشت این جنگ، این حمله غافلگیر کننده. بنابراین حمله نخواهد کرد. به ویژه باراک اوباما و دولت آمریکا مخالف نیست. آمریکایی‌ها فکر میکنن انتخابات آمریکا نزدیکه، ریاست جمهوری آمریکا نزدیکه. چطور میشه رفت و جنگ کرد؟ همه در واقع در اینجا اگر شما تمام تحلیل‌ها رو نگاه کنید، همه مثلا هدف به سوی نتانیاهو و یهود باراک. اما آیا اینا حمله نخواهند کرد؟ آیا اینا کنار آمدن؟ در فاکس نیوز یک لحظه گوش کنید، یک مثلا تقویم نظامی یا تقویم سیاسی رو ورق میزنن و یک عددی رو میگن، یعنی پنجره فرصت رو براش زمان معین میکنن. یک لحظه گوش کنیم، اونو جالب بود. Israel today sending a new message to America when it comes to the subject of Iran. And that message is that time is growing short. Israel's ambassador to America warning yesterday that the deadline to stop Tehran's alleged nuclear weapons program is fast approaching. Ambassador, you have the timeline now lining up. There are reports out of the Israeli media that President Obama has been given a deadline by Israel of September 25th to say that America will take action. Amidst reports out of the Israeli media that Prime Minister Benjamin Netanyahu has decided to unilaterally act sometime this fall before the U.S. presidential elections, act alone if it has to. Is there anything in your view that can stop that from happening? If America says we're not taking military action against Iran, is there anything right now that could stop Israel from doing so in that time frame? یکی گفته بود اینا بلوفه، در اتلانتیک آنلاین نوشته بود، نوشته بود اسرائیلیا به ویژه نتانیاهو بلوف میزنن، میخوان تک پی در پی اوباما و دولت آمریکا رو زیر فشار قرار بدن که ما داریم حمله میکنیم. آمریکایی‌ها به خاطر اینکه یک فاجعه ای به وجود نیاد و منطقه به آتش کشیده نشه، آمریکا به اسرائیل وعده کنه که در چه دیتی، چه زمانی برای ایران مشخص میکنه. اگر میگه 2013، چه ماهی، کی میخواد به دولت ایران اعلام کنه که ما مثلا به شما 6 ماه فرصت میدیم.
این خواست آقای نتانیاهو و باراک هست در اسرائیل که آمریکا زمان مشخص کنه، نه اینکه هر بار بگه نه این بار نشد بار دیگر خواهیم نشست و گفتگو میکنیم. اما وقتی فاکس نیوز میاد و در واقع نمیگم افشا میکنه، لیک میده، یعنی خبر رو درز میده که ممکنه اسرائیلیا تا مثلا 25 سپتامبر به آمریکا فرجه بدن که شما یه اقدام میکنی، اونها میدونی چی حرفشو اینه که من دیدم در 6-7 تا مقاله‌ای که الانم هست همش میگن آقا به ما بگید که به ایران در واقع اولتیماتوم بدید که ما به شما 2 ماه 3 ماه فرصت میدیم، بعد شما مثل قذافی بیایید تمام امکانات اتمیتون رو به ما واگذار کنید. اما آیا احمدی نژاد این کارو خواهد کرد؟ یه لحظه نگاه کنید، هر روز اینا که مانور میدن با موشکاشون. To say that America will take action amidst reports out of the Israeli media. Iranian made weapons such as a naval diesel engine, a mortar launcher, military intelligence system, and tactical SUVs. Ahmadinejad said the weapons weren't for what he termed an aggressive context, but rather to be used as deterrent against an attack. The unveiling comes as the debate continues to rage in Israel over whether to launch a military strike against Iran's nuclear facilities. چرا این همه دو طرف قضیه برای هم شاخ و نشون موشکی میکشن؟ جمهوری اسلامی پی در پی در اخبار به اصطلاح سیما و صدا اعلام میکنه که ما یک موشک دوربرد درست کردیم، موشک های میانبرد ما حتی در برف و باران هم به پرواز در خواهند آمد، یک تهدید نظامیه یا در واقع یک نوع کرکری سیاسی است برای وقت خریدن. به نظر من جمهوری اسلامی منتظر انتخابات آمریکاست و در تمام این مدت سعی میکنه تا اونجایی که قادره افکار عمومی رو واداره که در مقابل اقدامات اسرائیل در واقع سد ایجاد کنه یا یک نوع مانع بشه. اسرائیلیا از سوی دیگر، نتانیاهو و باراک، یهود باراک وزیر دفاع، احساس کردند که حتی در خود دستگاه رهبری اسرائیل مخالفت وجود داره، چون اونا معتقدن نیروی موشکی ایران حتما به نوعی به حزب الله یا حماس واگذار خواهد شد. حالا بجز اینکه یک جنگ موشکی در منطقه صورت خواهد گرفت که الان توضیح خواهم داد که بعضیا چگونه میبینن عملیات جنگی رو، ولی عده‌ای معتقدن که باید هوشیارانه عمل کرد. به هر حال در کنار اسرائیل حزب اللهی وجود داره، حماسی وجود داره. آیا واقعا با اومدن آقای مصری و اخوان المسلمین در مصر و تغییر جو ژئوپلیتیک منطقه، آیا موقعیت اسرائیل رو به خطر انداخته یا بهبود بخشیده؟ شاید تعجب خواهید کرد که گفتم بهبود بخشیده. به هر حال اخوان المسلمین رو بی جهت نیوردن در مصر و آقای مصری هم بی جهت با آمریکا نمیاد. دارن تعادل بازی استراتژیکی شیعه سنی رو به هم میزنن. اگر امروز سوریه یا بشار اسد رو روانه کنند، در واقع این سنی ها هستن که مجددن قدرت منطقن. یک مدتی احتیاج داشتن به شیعه ها، بازی رو شیعه ها کردن. حالا دیدم پروفسور خودروفسکی گفته که بعد از اینکه بشار اسد رفت، همه مهره در واقع الان مهره ای که در موقعیت آچمازه بشار اسده. اگر بشار اسد مهرش سقوط کنه، پروفسور خودروفسکی که در
گلوبال ریسرچ مطالب بسیاری می نویسه حیات پشتی ایران خالی میشه. یعنی ارتباط خط ارتباطی بین ایران و حزب الله و حماس هم به هم میخوره. رژیم برای همینم حتی اشاره شده که الان بیش از همه رژیم تهرانه که سعی میکنه بشار اسد بمونه. روسا به تدریج کوتا میان. چینی ها هم امتیاز خودشون رو در آفریقا خواهند گرفت، کوتا خواهند آمد. این ایرانه که در موقعیت آچماز قرار میگیره. حالا پروفسور خودروسکی چی گفته؟ اگر اون نقشه حمله اسرائیل رو به ایران نشون بدید تونی عزیز من، در اونجا خواهید دید. ایشون معتقدن حمله اسرائیل به ایران اول سایبر سپیسه، یعنی از نقطه نظر الکترونیکی چنان حمله به ایران میشه که هیچ راداری، هیچ تلفنی، هیچ فرماندهی ارتباطی در کار نباشه. بعد موشک های میانبرد اسرائیلی خواهند آمد از زیردریایی ها و مناطق حساس رو خواهند زد و بعد موشک های دوربرد خواهد آمد. بعد از بمباران چند ساعته نوبت به جنگنده های اسرائیلی خواهد رسید و بعد در اینجاست که جنگنده های اسرائیلی خواهند آمد. اینجا بحث اساسی است. پاره معتقدن که از شمال ایران خواهند آمد، بعضی ها معتقدن از روی خاک کردستان خواهند آمد، بعضی ها معتقدن نه از آذربایجان خواهند آمد نه کردستان، پاره معتقدن میان از جنوب ایران. همه این بحثا رو میکنن، ولی اگر شما یک مقداری هوشیار باشید باید همه این مطالب رو بخونید، حتی اونهایی که میگن الان همه چیز آماده است برای یک حمله نظامی، حتی اون را هم جزء تحلیلاتون بگذارید و ببینید واقعا آیا آمریکا در شرایطی هست که الان حمله کنه وقتی انتخابات ریاست جمهوریه. و بعد از سوی دیگر نگاه کنید آیا آقای نتانیاهو میتونه مدت چند ماه دیگری هم در انتظار این بمونه که تصمیم آمریکایی‌ها چه خواهد بود؟ چرا؟ برای نتانیاهو یک خطر بزرگم وجود داره. ممکنه ناگهان در انتخابات اسرائیل شکست بخوره. به هر حال نیروهای قدرتمندی در اسرائیل هستن که دوست نمیدارن آقای نتانیاهو بر سر کار باشه. اینم هست. بنابراین ما در یک موقعیت، خود ما هم در یک موقعیت آچماز قرار گرفتیم تا در واقع انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. آیا ما اکتبر سپرایز خواهیم داشت؟ همیشه هر دوره انتخابات آمریکا این واژه یا این اصطلاح رو به کار میبرن که ممکنه در ماه اکتبر اتفاقی بیفته و بالانس انتخابات رو به هم بزنه. از سوی دیگر شما نگاه میکنید به تهران، میگید آیا رهبران این رژیم میخواهند به خودکشی اتمی دست بزنن؟ آیا با ایجاد آشوب در عراق، در سوریه دارن وقت میخرن؟ بازی تأخیری ایران در اون قسمت هاست؟ اما توجه داشته باشید بازی تأخیری هرچه باشه، پاشنه آشیل ایران الان جنگ اتمی یا حمله موشکی نیست. آنچه که ایران رو الان از پای در خواهد آورد تهدیدهای نظامی نیست. الان همان موقعیتی که برای شوروی پیش بیاد در ایران پیش خواهد آمد. شوروی فرو ریخت به خاطر اینکه روبلش تبدیل شده بود به یک پول بی ارزش و امروز در ایران هم با هزینه ای که این دوستان ببینید به اینا فشار میارن، اینا هزینه میکنن، فشار میارن، اینا میرن هزینه اتمی میکنن، هزینه موشکی میکنن، ولی در مقابل تومن ایران رو ببینید ارزش رو در بازارها از دست میده. آیا این دام منتظر خواهند بود تا ایران از نقطه نظر اقتصادی فرو بریزه، مردم به خیابان بیان یا نه؟
تر غافلگیرانه است. اتفاقا تونی جوان سالمن یک بازی جنگی رو به من نشون داد. در این بازی جنگی که Battlefield 3 نامش هست نگاه کنید، این بچه ها بازی میکنن جنگ در تهران. آماده ای؟ بجام. Shame. You come to our country to murder us, yet we are the terrorists. Transmission. We are mission launched. Repeat, we are mission launched. 18 hours ago, I get a call from Homeland Security saying there's a Marine in detention I need to talk to. Gentlemen, as you know, we're dealing with insurgents crossing over from Iran. You want us to believe that there's a PLO threat and Solomon's at the head? You're the quick reaction force, gentlemen. Trusting you to handle this. The nuke is still out there. You can't just walk away from the threat. Let's go find our Marines. I said get down on the ground! Battlefield 3. اول ویدیوها رو دست بچه‌ها میدن. بچه‌ها عادت میکنن که چگونه میشه رفت تهران. به گفته بچه‌ها ما برج میلاد هم دیدیم، ما که ندیدیم، برج میلاد دوره شما بوده. چرا؟ آیا واقعا طرح حمله به ایران وجود داره؟ مسلماً وجود داره. کی، چگونه، چه باید کرد؟ یک رژیمی برای بقای خودش با همه فرستاده هاش به خارج از کشور سعی میکنه وقت بخره. میبخشید ولی من اصلا دیگه به اپوزیسیون اعتقادی ندارم. اصلا اپوزیسیونی وجود نداره. یک مش فرصت طلب از هر جریانی فقط در منتظرن، یعنی در حال انتظارن که ببینن چه پیش خواهد آمد، سناریوی بعدی چگونه نوشته میشه. همینجوری که الان آقای سعید حجاریان در تهران داره دوباره یک سری سناریوهای مینویسه، گفتگوهای انجام میده که آقای عبدالله نوری نخواهد آمد اما آقای خاتمی خواهد آمد، اصلاح طلبا باز خواهند کرد، اصلاح طلبا برگردن، نظام رو نجات خواهند داد. اون طرف مقابل سردارا که دیوانه نیستن اجازه بدن اینهایی که معتقد بودن میخواستن انقلاب مخملین کنن بیان، اجازه هم نخواهند داد به اصطلاح طرفهای سبز بیان. تمام این فرستاده هم که در خارج هستن که از طرف رژیم آمدن به عنوان ناراضی، زندانی، مبارز سیاسی، همه هم سعی میکنن یه نوعی رژیم رو جا بندازن. اما آیا این رژیم رو میشه جا انداخت؟ نه. این رژیم نه فقط سرنوشت خودشو به بشار اسد سنجاق کرده، حتی در مورد همین فلسطین هم در واقع دچار خطای باصره شده و خیانتکارانه با اون عمل کرده. شما نگاه کنید، تا دیروز انتفاضه بود، هر روز فلسطینی ها با اسرائیلیا درگیر می شدن. از زمانی که این رژیم مداخله کرده در واقع همه چیز فراموش شده، اصلا کسی فلسطینی ها رو نمیشناسه. حتی این فلسطینی ها آمدن و با اسرائیلیا صلح کردن، آمدن که وارد یک مرحله ای بشن که نسل آینده اونها دیگه در واقع به هلاکت نرسه، نسل آینده شون رو در میدان های مین مصرف نکنن. هنوز این رژیم نفهمیده.
اونها دارن با هم همزیستی مسالمت آمیز رو به وجود میارن، حتی دارن برای هم کرکری میخونن، هم سر هم دیگه غر میزنن، حتی حماس هم حوصله نداره به اسرائیل حمله کنه، ولی این رژیم دست بردار نیست و در روز قدس تمام ایران رو تبدیل کرده به یک زندان قدس. נראה פנטסטי, כמעט חלום. אבל אם רק נאמין, אנחנו האזרחים, נראה את החלום הופך למציאות. כנסו לאתר המפקד הלאומי ואולי נחתום סוף לסכסוך. סי חיים קארט, תאונג'י כאמקן דשתה בו ששמרי מהקוס רו ידעמי בדים. סי חיים. اگرم نشد، نشد. اما از نسل جوان ایران خواهش میکنم به خاطر بقای ایران در هیچ کس ذوب نشید. خودتون باشید، مطالعه کنید، خودتون تحلیل کنید. ما اطلاعات به شما میدیم، شما شاید بهتر از من تحلیل کنید. من که بسیار جوان بودم بسیار خوب تحلیل میکردم، پس هر جوانی هم میتونه مثل من خوب تحلیل کنه. برای همینم به همه تون احترام دارم و به همه تونم اعتبار میدم که کار رو شما انجام بدید. در وبلاگاتون بنویسید، در فیسبوکاتون بنویسید، یک موج ایجاد کنید، شما موج ایجاد کنید. منتظر نباشید نسل کهنه من، دایناسوری و فسیل من برای شما موج سازی کنه. منتظر نباشید غربی ها و شرقی ها، عرب ها و ایرانی ها برای شما بنویسن، خودتون بنویسید. همین جوری که میبینید همه بچه ها در این ساعت، در این شماره معکوس، در این ساعت با من شریکن. از تونی جوانسال ببینید که تمام کارهای فنی رو انجام میده و واقعا در خور ستایشه، 7-8 ساعت رو اینا کار میشه. از آریای عزیز که گاهی به ما کمک میکنه، از عماد نازنین که همیشه میخواد در کنار ما باشه، و ساروی عزیز که امروز ما رو تنها گذاشت، زودم رفت، دوربینارم چک نکرد، البته گله‌ای نداریم چون همیشه هستن، و غزاله نازنین که در اتاق فرمان هستن. باور کنید به نیو جنریشن ایران حتما هم شماره معکوس به صفر خواهد رسید.